گفتن خیلی بسی مختصر مفی صحبت کرد و من البته مختصر مفی صحبت هم کرد، ولی سه تا موضوع هست که مخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی هرچی باشه صحبت از زن زندگی آزادی. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلیبریت میکنیم. یه شراب به همسرم دست دو دخترم. دوستان فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان ایران، به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی‌ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به فکر سوگواری و گریه باشیم، بیایم و زندگی رو و آزادی رو با هم بگیم. و این فرصت‌های زیادی خواهیم داشت در طول هفته‌ها و ماهایی که در پیش داریم. برای این پوینت اول من این بود، بیاین و این فرهنگ عزاداری رو بذارین کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیاین زندگی رو براش ارزش قائل باشیم. جانم عزیزم، نکته دوم یه اصطلاحی است که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبری ها که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیایم دوستان از هر اندیشه که هستیم بیایم و فرهنگ احترام و عقاید مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و برائت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هشت کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت میکنند و تنها میزان اندازه گیری صندوق رای هستش و ناغیر. ما برای آینده ای کار میکنیم که روند دموکراتی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن. و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشیم بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بایستیم و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیریم.